Рӯзи чаҳоршанбеи 21 июн Ироқ тахриби масҷиди ҷомеи Ан-Нурӣ ва манораи каҷи Ал-Ҳадбо дар бахши қадимии Мавсил аз ҷониби гурӯҳи тундрави Давлати исломиро эъломияи расмии шикасти ин ҷунбиш унвон кард. Соли 2014 раҳбари ин гурӯҳи даҳшатафкан Абубакр Ал-Бағдодӣ дар ҳамин масҷид таъсиси хилофаташро эълон ва парчами сиёҳи гурӯҳи Давлати исломиро дар манораи ин масҷиди беш аз 800 сола насб кард. нирӯҳои Ироқ дар баёнияе гуфтанд ки гурӯҳи террористии ДИИШ бо тарконидани масҷиди Ан-Нурӣ ва манораи Ал-Ҳадбо ба як ҷинояти таърихии дигар муртакиб шуд. Эътилофи байналмилалӣ бо раҳбарии Амрико иддаои гурӯҳи Давлати исломиро, ки мегӯяд масҷиди Ан-Нурӣ дар пайи ҳамлаҳои ҳавои эътилоф хароб шудааст, рад кард ва гуфт ҳеҷ амалиёти ҳавоӣ дар фарози бахши қадимии Мавсил انجام نشده است. جنرال جوزف مارتین فرماندهی نیروهای زمینی ائتلاف بین المللی در عراق گفت که انفجار مسجد النوری و مناره الهدبا جنایت علیه مردم موصل و تمام عراق و نمونه دیگری از فعالیت های وحشیانه گروه دولت اسلامی است. نیروهای عراق روز سه‌شنبه 20 ایون اعلام کردند که جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی در بخش قدیمی شهر موصل در محاصره قرار دارند. ارتش ایراق در تیرمای سال گذشته عملیات آزاد کردن موصل را آغاز کرد و امیدوار بود که تا آخر همین سال شهر را از دیش باز پس می گیرد. اما این کار به درازا کشید. در سوریه نیز نیروهای گروه تندروی دولت اسلامی در حال عقب نشینی قرار دارند و شهر رقه به اصطلاح پایتخت دیش در سوریه اکنون تحت محاصره نیروهای دموکراتی سوریه است که از سوی امریکا حمایت می شوند. ما مسجد جامع و محله های کنار آن را تحت نظارت گرفته به مرکز شهر نزدیک می شویم. دهشت افکنان گروه دولت اسلامی مینه های زیاد گذاشتند که به پیشرفت ما خلل می رساند. طبق آمار گروه های خیریه حدود 850 هزار ساکن موصل از این شهر فرار کردند و اکنون در خانه های نزدیکان خود یا در اردوگاه های پناهندگان بسر می برند.